بینندگان عزیز تلویزیون تیشک، درود بر شما. رحیم رشیدی هستم از یکی از سالن‌های دانشگاه جورج واشنگتن در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا. با شما صحبت می‌کنیم و کنفرانس، در واقع همان گونه که می‌بینید، کنفرانس گذار به دموکراسی در ایران برگزار شده، به مدت چند روزی هستش. از روز جمعه 21 ژانویه شروع شده و تا روز دوشنبه 24 ژانویه که در کنگرس آمریکا پایان میپذیره این کنفرانس دایر شده، که در رابطه با آینده ایران و ایجاد یک حکومت دموکراتیک با یک قانون اساسی دموکراتیکی، این مسائل در این کنفرانس مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، که در همین راستا با بخشی از سخنرانان این کنفرانس به بحث و گفتگو می نشینیم تا شما بینندگان عزیز تلویزیون تیش از نقطه نظرات هموطنان و فعالین سیاسی، دموکراسی خواه و حقوق بشر ایران مطلع باشیم. یکی دیگر از سخنرانان در پانل امروز در واقع خانم سایه حسن بودند، حقوقدان و فعال در زمینه دموکراسی و حقوق بشر، که فکر می کنم از کانادا تشریف آوردن. سایه خانم، بسیار سپاسگزارم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. در آغاز می‌خواستم دیدگاهتون در رابطه با بحث‌های کلی این کنفرانس رو بشنوم. من درود می‌فرستم به تمام هموطنانم و خیلی ممنون از اینکه شما هم وقتتون رو برای من گذاشتین. به نظر من این کنفرانس خیلی عالی بود، چون خیلی ها با نظرهای مختلف اومدن و تونستن که با هم دیگه بشینن و صحبت بکنن، حتی با اینکه ممکن بود که با هم دیگه اختلاف فکری هم داشته باشن. و این خیلی مهمه، چون اگه ما واقعا می‌خوایم که دموکراسی داشته باشیم، آزادی بیان داشته باشیم، از الان باید شروع بکنیم که این کار رو انجام بدیم و با پرکتیس بکنیم. و این یک موضوع خیلی جالبی بود که تونستیم این کار انجام بدیم با هم. سرکار خانم، ایران از تنوعات گوناگونی تشکیل شده، ملیت‌های مختلفی در اون سرزمین زندگی میکنن. اساسا فکر میکنی بدون در نظر گرفتن نظریات اونها یا برآورده کردن حقوق پایه‌ای اونها، همونی که در مفاد حقوق بشر سازمان ملل متحد گنجانده شده و اومده، میتونیم ما به دموکراسی در جامعه ایران دست بیابیم؟ ایران همونجوری که گفتین از خیلی اقلیت ها، کردا، بلوچ ها، عرب ها و خیلی هم اقلیت ترکمن ها ولی. و خیلی مهمه که نظرهای همه گرفته باشه، چون الان جمهوری اسلامی خیلی داره کردها رو سرکوب میکنه، ترک ها رو، بلوچ ها رو، و خیلی ماها حتی خودمونی که خیلی اکتیف هستیم نمیریم تو این مسئله و نگاه نمیکنیم به چی داره میشه در خارج از تهران. ایران شده یه جوری تهران و خیلی مهمه که ما ببینیم که با کردها صحبت کنیم، با بلوچ ها، با عرب ها، و همه با هم متحد بشیم که بتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. شما به عنوان یه حقوقدان، یه بخش از سخنرانیتان یا اعتراضایی که نسبت به سخنان بخشی از سخنرانا داشتین این بود که نمیشه سران کنونی جمهوری اسلامی یا راحت نیست که به دادگاه بکشونیم در رابطه با جنایاتی که در زمینه نقض حقوق بشر یا جنایاتی که علیه بشریت انجام میدن. در واقع دیدگاه خود شما در این زمینه به عنوان یک فعال در زمینه دموکراسی و حقوق بشر و حقوقدان چی هست؟ یعنی مردم باید چه کار کنن؟ نقش مردم چی هست در سندوار کردن جنایتی که صورت میگیره؟ به نظر من مهمترین چیز اینه که یادمون نره که این اعضای دولت چه کار کردن. مثلا آقای موسوی چه نقشی داشتش توی تاریخ جمهوری اسلامی. نباید اینو کوچیک بکنیم و بگیم که اصلا مهم نیست که ایشون چه کار کردن قبلا. و خیلی هم هستن خارج از کشور که توی دولت آقای موسوی بودن، توی زندان بودن وقتی که آقای موسوی نخست وزیر بود و همه اونا میدونن. و خیلی گروهای حقوق بشری هستن که دارن اون اسناد الان درست میکنن راجع به قتل‌های زنجیره‌ای سال 988. و اینا خیلی چیزای مهمیه، فقط کوچیکش نکنیم و فراموش نکنیم و بدونیم که اینا بودن و این کارا انجام شده و باید وقتی که رژیم عوض بشه اینا جوابگو باشن توی برای مردم ایران. یعنی همین جور الکی نیست که اینها بذارن و برن، یا بعضیا تبلیغات میکنن که اینها رهبر جنبشن و در واقع میخوان اونها را تبرئه بکنن بدون اینکه به مردم پاسخ بدن. حداقل دورانی که در زمامداری بودن و در قدرت بودن و تمام قدرت رو در دست داشتن و اعمال کردن در جامعه، این مد نظر شما؟ دقیقاً همین شما گفتین خیلی درسته. و خیلی هم شعار مردم این بود که جمهوری ایرانی داشته باشیم، جمهوری اسلامی.
اسلامی نباشه و الان هم دنبال آقای موسوی نیستن. این یه موومنت خیلی رادیکاله، یه موومنتی که میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و چون آقای موسوی اومد و گفتش که جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، ایشون نشون داد که ایشون هم با جمهوری اسلامی هست و نه با مردم. یعنی بچه‌ها و مبارزین راه آزادی و دموکراسی در واقع افرادی در درون حکومت یا دایره حکومت دستاویز خودشون قرار دادن. دقیقاً. آینده حقوق بشر و رعایت حقوق بشر و دستیابی به یک حکومت دموکراتیک در چشمانداز آینده در آینده ایران چگونه می‌بینید؟ خیلی سخت بود این سوال، ببخشید. دستیابی به یک حکومت دموکراتیک که حقوق بشر رو رعایت بکنه در آینده ایران چگونه می‌بینید؟ یعنی چه جور دولتی باشه؟ بله. به نظر من دولت آینده اگه میخواد واقعا دموکراتیک باشه، باید یه دولتی باشه که تمام نظرها رو در نظر بگیره، نظر کوردا، ترکا و هر کسی بتونه رایت های خودش رو داشته باشه، نه اینکه فقط تهران باشه و فقط ایرانیا باشن. باید ببینیم که توی شهرهای کوچیک‌تر تمام حقوقای همه داره رعایت میشه، نه فقط یه گروهی. از شرکت شما در این برنامه بسیار سپاسگزارم. آقای روزبه میر ابراهیمی، یکی از روزنامه‌نگاران کشورمون، میخوام ازتون سوال بکنم دیدگاهتون در رابطه با برگزاری کنفرانس، به ویژه که خودتون یکی از سخنرانان بودید، در رابطه با اینترنت یا میدیا به طور عموم چه نقشی در تحولات اخیر ایران داشت و در آینده در واقع میتونه چه نقشی داشته باشه. از حضورتون هم در این برنامه بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما که به هر حال فرصت ایجاد میکنید که با برنامه‌تون صحبت کنم با بینندگان برنامه‌تون. والا کلیت کنفرانس من دیروز و بخش وسیعش نبودم، ولی امروز به حال پنلاشو بودم، حالا بخصوص پنلی که خودم بودم مربوط به مدیا بود با توجه به بک‌گراند خودم در عرصه روزنامه نگاری. به حال نکاتی که اونجا مطرح شد به نظر من خیلی جالب بود، از جهتی که الان در حال حاضر مدیا و نقش روزنامه نگاران خیلی نقش مهمیه، مثل همیشه مهم بوده، ولی الان یک به دلیل فضای خاصی که در ایران و خارج از کشور هستش، روزنامه نگاران یک سری مسئولیت های مضاف بر به اصطلاح چیزای عادی حرفه ایشون دارن و اون هم این که به یک نوع نمایندگانی از بخش هایی از جامعه هستن که باید انتقال دهنده صداها از داخل ایران به خارج باشن و برعکس انتقال دهنده پیام های خارج به داخل. از این جهت عرصه روزنامه ها، عرصه به اصطلاح مدیای خارج از کشور در حال حاضر با توجه به پیشرفت تکنولوژیک امکانات بیشتری و ابزارهای بیشتری قرار داده در اختیار ماها که به حال از روزنامه نگاری سنتی شروع کردیم و الان با فضای اینترنت با دنیای جدید داریم مواجه میشیم که بتونیم همون پیام اصلیمون، همون رسالتی که روزنامه نگار داره و اونم رسوندن اطلاعات و آگاهی به جامعه و بخشای جامعه و از طرف دیگر رسوندن پیام جامعه به نخبگان و حکومت رو، این رابطه دو سویه رو انجام بدیم، از ابزارهای جدید استفاده میکنیم و فکر میکنم با توجه به اتفاقاتی که در طول دو سال اخیر و یکم دورترش در یک دهه اخیر در عرصه ورود ابزارهای مختلف اطلاع رسانی به این حرفه ما چشمانداز بسیار روشنی داریم در این که بتونیم در آینده این رابطه بین خودمون و جامعه و جامعه با حکومت‌ها و نیروهای نخبه رو بیشتر تقویتش کنیم که انشالله به سمت پیشرفت باشه جامعه ایران و به حال مردمی که در اونجا زندگی میکنن. تا چقدر میتونه کمک بکنه به این که تنوعات کشور ما از ملیت‌های متعددی تشکیل شده، تا چه حدودی میتونه کمک بکنه که اکثریت مردم جامعه ما با این تنوعات آشنا بشن و با منشی دموکراتیک در کنار همدیگه قرار بگیرن و در امنیت و آسایش زندگی بکنن؟ نقشی میتونه بیافرینه در این زمینه؟ 100% ابزارهایی که تو عرصه رسانه داره به اصطلاح ازش استفاده میشه، به هر حال میخواد از واقعیت‌هایی که در جوامع هستش، مواد خامش هستش که بهشون میپردازه، در موردشون حرف میزنه، انتقال میده. خب جامعه مثل جامعه ایران که تفاوت‌های مختلف به اصطلاح زبان‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف ما داریم در جای مختلف می‌بینیم، اینا همه همون پتانسیل‌هایی هستن که وقتی شما امکانی مثل رسانه و رسانه‌های جدید رو ایجاد می‌کنی و تقویتش می‌کنی، در اصل داری فضا میدی، امکان میدی که به اون تنوع‌ها بیان و دیده بشن و شنیده بشن. و خود این یک تمرین و پروسه از اینکه اولا ما
بپذیریم و ببینیم واقعیت ها و تنوع های خودمون رو، بعد در مرحله بعدی در کنار این که پذیرفتیم یه تنوع های وجود داره، یاد بگیریم و تمرین کنیم زندگی در کنار هم دیگه رو و پیشرفت در اون مسیری که همه دنبالش هستیم و اونم زندگی بهتر برای همه ایرانی هست. از شرکتتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم. مرسی، از شما، موفق باشید. بهنام عزیز اصلا نیاز به معرفی نداره، بینندگان تیش تیوی هم با چهره و نام و سابقه ایشون حتما آشنایی دارن و یه بخش هم از مردم به ویژه طرفداران هنر از طرفداران ایشون هستن که بیشتر در برنامه شباهنگ صدای آمریکا ظاهر میشه. از ایشون به عنوان یه روزنامه‌نگار قدیمی سوال میکنم که دیدگاهش در رابطه با این کنفرانس چه بود، به ویژه که خودشون یکی از سخنرانان این کنفرانس بودن. سپاسگزارم که وقت خودتون در اختیار ما گذاشت. آبه نداره. بالا کنفرانس خیلی جالبی بود. من چون کارم چیز دیگه است، معمولا تو این کنفرانس ها نیستم و خبراشو میخونم از دور و نگاه میکنم و این اولین بار بود که من سخنران بودم در یه همچین جلسه ای که از فعالان سیاسی و محققا و اینا آدم ها آمده بودن و دیدم واقعا فوق‌العاده بود از نظر سطح مقالاتی که عرضه شد و نوع بحثایی که شد در مورد گذار از دموکراسی، یعنی گذار به دموکراسی چه موانعی داره و چه امکاناتی وجود داره. چند تا نکته خیلی جالب بود. مثلا دیروز در یه پنلی چندین نفر از مؤسسات مختلف بین‌المللی که تو این واشنگتن مرکز دارن صحبت کردن در مورد تلاشایی که میکنن در مثلا 40 کشور 60 کشور، اینا مؤسسات دولتی هم نیستن، از جایی هم حقوق نمیگیرن، ولی تخصصشون در کمک کردن به قادرسازی هست، تواناسازی هست برای مردم کشورهای مختلف که اینا از ابزار دموکراسی چجوری میتونن استفاده بکنن، چجوری میتونن آرا و افکار امروزی و مدرن رو در جامعه های خودشون توسعه بدن، چه وسائلی برای این کار هست. یه مؤسسه بود که تشریح میکرد چجوری آموزش میذاره برای کشورهای مختلف، تو 40 کشور دفتر داره، تو 60 کشور فعاله. مؤسسه دیگه ای در مورد کمک های فکری صحبت میکرد، مؤسسه دیگه در مورد کمک های عملی صحبت میکرد و این خیلی برای من جالب بود. این همه تلاش که در سراسر دنیا داره انجام میشه و خب وقتی نگاه کنی ایران در واقع از همه این کشورها پیشرفته تر هست، از خیلی از این کشورها که از این به این کمک های احتیاج دارن، چون رسانه ها در ایران خیلی پیشرفت کرده و چه در داخل کشور چه از خارج کشور. و یکی از پیامدهای این جمهوری اسلامی بحث خود من این بود آمریکایی تر شدن ایران هست و این روندی که در زمان شاه شروع شده بود که فرهنگ آمریکایی و فرهنگ غرب در ایران گسترش پیدا بکنه در بعد از انقلاب تشدید شد. درسته که نظام کشور شعار میداد علیه آمریکا و ولی اون شعارها در مورد دولت هست و در مورد رابطه دو دولت یا در سطح بین المللی ربطی به فرهنگ و محتوا و پیام فرهنگ آمریکا نداره و حتی اشاره میکردن که الان چین داره مثلا جلو میزنه از آمریکا، ولی واقعا جلو میزنه در رسوندن پیام آمریکا. و اگه نگاه کنی اون چین تکنولوژی و ابزارهای آمریکا رو داره درست میکنه و بعدم از اون ابزارها برای چی استفاده میشه؟ نه برای پیام چین، چون چین در واقع پیامی نداره برای مردم جهان که جدا زبان اون تکنولوژی هم انگلیسی هست، انگلیسی هستش و بعدم فیلم آمریکایی رو میذاره، بحثی که تو مجله آمریکایی شده میتونن در چین بخونن یا در کشورهای دیگه بخونن از آیپاد و فلان و هر چی هم اون بتونه کالا تولید بکنه ممکنه بازارها رو بگیره، اما برای کالا، برای زندگی به سبک آمریکایی، به سبک غربی. بنام عزیز یه سوال اساسی طرح بکنم. خود این گسترشی که بهش اشاره کردید در دایره میدیا و خبررسانی و اطلاعات، ما میدونیم که دیکتاتورها در تضادی عمیق با رسانه، با اینکه مردم، عموم مردم به اطلاعات دست بیابند، خود این اطلاعات، خود این میکانیزم هایی که خبررسانی میکنن به سوی جامعه ایران
تا چه اندازه میتونه در جهت اینکه اندیشه دموکراتیک، یعنی یه فرد دموکراتیک بسازه تو جامعه ما. خب ما در یک پرورش دیکتاتور منشانه تو جامعه ای که خشونت اوریان بزرگ میشیم، کاراکترمون شکل میگیره. خود این پیغامات چقدر میتونه کمک بکنه به اینکه فرد ایرانی به فرد دموکرات با منش دموکراتیکی تبدیل بشه؟ حالا من معنی مرد فرد دموکرات یا منش دموکرات رو زیاد درک نمی کنم، نمیدونم یعنی چی، ولی این که تفاوت ها رو بپذیره، تغییرات و گوناگونی رو ببینه، احترام بذاره به برابرش، اینا طبیعیه. یعنی کسی نمیتونه تصمیم بگیره که ما چی بگیم چی نگیم یا مردم چی یاد بگیرن. وقتی شما ولی شیر فرهنگ رو واز میکنین، این سرازیر میشه و با خودش تمام به کودها یا اون یاخته هایی که فرهنگ غرب رو میسازه با خودش همراه میبره به کشورهای دیگه. این یه روند طبیعیه، نه کسی تصمیم میگیره که ما چی بگیم چی نگیم، نه کسی میتونه اصلا چنین تصمیم بگیره. و دولت ها هم عملا با گسترش این رسانه ها عملا دیگه اون قدرت رو ندارن که بتونن اون شیر فرهنگ رو ببندن یا جلوی نشر اطلاعات رو بگیرن. امید هست که این نشر این اطلاعات بتونه اون منظوری که شما میگید یا آدم دموکرات منش یا اینجور چیزا که من اصلا نمیدونم یعنی چی، اینا رو به وجود بیاره. و ولی به هر حال دموکراسی هم یه نکته که اونجا اشاره کردم به تنهایی خودش هدف نیست. الان ما میبینیم که در عراق رای گیری میشه اما به قبیله رای میدن، یا در افغانستان رای گیری میشه نمیدونم به قاچاقچی مواد مخدر رای میدن. برای اینکه این تا وقتی این فرهنگ سازی زمینه سازی نشه، دموکراسی که مثلا شماره آرا رو بخوایم حساب کنیم، این هدف من این بود، این ابزارها چقدر میتونن کمک بکنن به مردم. صد دیگه صد درصد با فرهنگ سازی، فقط با اینی که عجله نباید بشه در این که ما هر چه زودتر اینجا بیم یک انتخابات بذاریم مثل افغانستان یا عراق، همچین انتخابات های جز نتیجه منفی چیزی به بار نمیاره. به جای اون باید بگن ما میخوایم مثلا 20 سال دیگه اینجا انتخابات بذاریم، اما الان مثلا بریم 50 تا تلویزیون بزنیم، الان بریم نمیدونم مطبوعاتشون رو کمک کنیم، الان بریم به جامعه کمک کنیم که ارزش فرد رو بشناسه و انتخاب فردی رو اهمیت بذاره و خودش رو با یه قوم یا یه دین یا یه فرقه یا یه ارباب فئودالی که الان دراگ میفروشه، یا مثلا در افغانستان ما میبینیم اون فئودالا هستن که الان در واقع دراگ لورد شدن، اینو خودش رو با اون همخوان رو آیدنتیفای نکنه، بلکه با صاحب عقیده و منظور خودش باشه. و اون وقتی اون فعالیت رشد پیدا کرد، اون وقتی که باید انتخابات بذارن. و این انتخابات زودرس تو این کشورها ما می‌بینیم که هم نتیجه معکوس داده، این همه زحمت و خونی که سربازان آمریکایی دادن و مردم خود اون کشورها دادن. ولی انتخابات آزاد پیش‌فرض دموکراسی، یه مقدمه دموکراسی داره. بله، ولی کجا این انتخابات برای کی باشه؟ با توجه به بحثی که کردیم، به فرمایشاتی که فرمودید، آینده ایرانو یا واضح تر بگم آینده جمهوری اسلامی ایرانو چگونه میبینید؟ جمهوری اسلامی خود به خود خوش میشه و میفته، همونطور که من صحبت کردم، چون تمام این جریان ها کمک میکنن به اینکه اون نظام در واقع نقش خودش رو به من تعیین کننده در اون کشور از دست داده. میخندن مردم به دستوراتی که از مقامات میشنون، یا چرا؟ برای اینکه در واقع اون نقش بازی نمیکنه در تعیین کردن رفتار مردم، زندگی مردم. و بعضی که تو ایران ما میبینیم جز خوشبینی چیزی دربارش نمیتونیم بگیم، واسه اینکه بدون اینکه بریزن تو خیابون یا خشونت بکنن یا ارتشی بره اونجا، این نظام خود به خود با بی‌اعتنایی مردم از بین میره. وقتی که در زندگی مردم نتونه تأثیر بکنه، صبح که یه نفر در ایران از خواب بلند میشه، حالا در شهرها و اونایی که ما میشنویم، تا شب که میخوابه، این تمام زندگیش نفی جمهوری اسلامیه. حالا ممکنه نره تو خیابون داد بزنه، اما همون
مهمونی که خونشون زن و مرد با هم میشینن مهمونی میدن، این نفی جمهوری اسلامیه. یا نمیدونم تو ماشینش میشینه کاست رو میزنه شروع میکنه گوش دادن، این نفی جمهوری اسلامیه. لازم نیست بگه یا کاری بکنه، اما در عمل در واقع نافی زندگی من. خیلی به نکته بسیار اساسی اشاره کردید. چیزی که میگن جمهوری اسلامی تاکنون برای نمونی در کردستان توده ای نشده همینه. مردم رقص و پایکوبیشون میکنن، لباس کردی میپوشن، شادی میکنن، زنها آرایش میکنن، مردها موی سرشون رو میزنن. خیلی نکته بسیار ظریف و اساسی اشاره کردید. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. شرکت شما در این گفتگوی کوتاه بسیار متشکرم. دیدگاه شما در رابطه با کنفرانس چی بود؟ به ویژه که خودتون یکی از سخنرانان مهم این کنفرانس بودید، در ابتدا خواهش میکنم که بسیار خوب خواهد بود که به بینندگان تلویزیون تیش خودتون رو معرفی بکنید. سلام، با تشکر. من افشین علیان هستم از کشور هلند، در اونجا پروفسور رشته فلسفه حقوق و حقوق بین الملل جزایی هستم. این کنفرانس خیلی کنفرانس عالی بود. برای اولین بار ایرانی‌ها با اندیشه‌های مختلف دعوت شدن، در نتیجه اینجوری نبودش که مثل یه چیز سکته، مثل یک سکتاریسم که فقط آدمایی که باشون موافقن رو دعوت کردن. افراد مختلفی دعوت کرده بودن. کنفرانس خیلی خوبی بود، نظرات گوناگونی داده شد، یعنی اینطوری نبودش که سه روز همه یه نظراتو بدن. و بعدم چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که می‌بینم چگونه ایرانی‌ها نه تنها در درون ایران بلکه در خارج ایران تکامل فکری کردن، یعنی بیشتر چی میگن سنگین‌تر و وزین‌تر فکر می‌کنن و کمتر با احساسات. من اینکه هرچی بخوای با احساسات در مورد مسائل سیاسی و دموکراسی و حقوق بشر فکر بکنی ممکنه حرفایی بزنی که بیشتر شعور باشه تا شعور در اون باشه. جناب دکتر، کشور ما از تنوعات بسیار گوناگونی برخورداره. بدون در نظر گرفتن این تنوعات و اساساً و خیلی روشن اشاره بکنم ستم ملی مضاعف اعمال میشه در جامعه ایران، بدون زدودن این ستم ها ما میتونیم به جامعه دموکراتیک دست بیابیم؟ غیر ممکنه. شرط اول دموکراسی در اینه که تمام ملیت ها و اقوام ایران نه تنها احترام گذاشته به اونا بشه، بلکه یک سیستم حقوقی ایجاد بشه که اونا به صورت عادلانه از سرمایه ایران برخوردار بشن. بعد منظورم به خلق بلوچ در ایران، خلق کرد، خلق لور، نمیدونم مردم آذربایجان. البته آذربایجانو بعد بهتون بگم این ستون فقرات ایرانه، اونا خودشون نباید به عنوان اقلیت ببینن، اونا در واقع نوع اکثریتن در ایران، ستون فقرات ایران. ولی به هر حال به هر صورت احترام به این خلق‌ها و مذاهب مختلف در ایران دیدیم. آذری‌ها حتی کتاب‌های فارسی رو جمع‌آوری کردن و سوزاندن و گفتن این تحمیل و این تبعیضی که زبان فارسی بر ما اعمال می‌کنه اعمال میشه زدوده بشه در رابطه با آذربایجان جنوبی. دیدگاه شما چیه؟ یا در بلوچستان ما ببینیم که جندالله در بیانیه‌هاش اعلام میکنه که فارس‌ها باید از بلوچستان بیرون برن، در واقع این تبعیض علنی که در جامعه اعمال میشه باعث شده که گروه‌هایی از ایرانی‌ها، ملیت‌های ایرانی اینجوری فکر بکنن؟ یکی از مهمترین مسائل اینه که آدم باید در زندگی تلاش بکنه تا زبان سرکوبگران رو و زبان مستبدین رو تبدیل به زبان خودش نکنه. زبان مستبدین و سرکوبگران در تاریخ ایران بوده که بلوچ‌ها فقط بعد رهبری بشن توسط غیر بلوچ‌ها، فارس‌ها، آذری‌ها، نمی‌دونم اونطوری‌ان، نمی‌دونم کردها اینطوری. اینا زبان غلطیه که ما نباید بگیریم. ما به عنوان انسان آزاده باید این سوال رو طرح بکنیم. ما یک کشور هستیم، ایران. ایران برای همه ایرانیانه. پس باید یه زبان مشترک داشته باشیم، وگرنه چگونه میتونیم در دادگاه ها با هم دیگه حرف بزنیم؟ بدون شک زبان فارسی میتونه زبان رسمی کشور باشه، ولی ملیت های دیگه میتونن از صناعات، از زبان رسمی مادری خودشون استفاده بکنن و دولت به اینها بپردازه. در آفریقای جنوبی در آفریقای جنوبی 13 زبان داری که در قانون اساسی اسمش برده شد. مثلا در قانون اساسی ایران چرا زبان بلوچی اسم برده نشه؟ چرا زبان کردی اسم برده نشه؟ اینا زبان‌ها یک موردش افتخار بکنیم. اینا ملت‌های ایرانن که افتخار آفریدن برای ایران، از لحاظ علمی، از لحاظ فرهنگی، و اینها باید همه زبان‌هاش باشه. ما باید به تمام این زبان‌ها افتخار بکنیم. فارسی زبان کاره، زبانیه که مثل انگلیسی در امریکا که میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم و مشکلاتمون رو حل کنیم. ولی به معنای این نیستش که در تهران نتونه رستوران کردی باشه که همه هم کردی صحبت کنند. ببینید کشوری است که در اون ما حتی به لباس
لباس مردم احترام نمیذاریم. در تهران اگر لباس کردی بپوشید یا بلوچی بپوشید بلافاصله بهتون توهین میکنن. بعد احترام بیاد به ملت‌های ایران، اقوام ایران، و برعکسش هم اقوام ایران هیچ وقت نباید زبان سرکوبگران، زبان جانیان و جنایتکارانی که اونها رو تبعیض میکنن رو چیز بکنن، بگیرن به زبان عادی. جناب دکتر، یه اندیشه وجود داره، میگه اگر قومیم همه قومیم، اگر ملتیم همه ملتیم. چون بعضی از ملیت‌ها به ویژه مثلا کردها چندان خوششون نمیاد یا براشون خوشایند نیست که از واژه قوم برای اونها استفاده بشه. میگه این در راستای تقلیل حقوقه. دیدگاه شما در این رابطه چیه؟ آیا همه قومیم همه ملتیم؟ اینا یه خورده بحثای سمانتیکه. فرق نه، قوم بگو ملت بگو. من کردای خودم دوست دارم، دوست دارم قوم بگم به خودشون قومم، ملت بگم ملتم، خلقم خلقم. مسئله این نیست. مسئله اینه که کردای عزیز ما، بلوچای عزیز ما، سنی‌های عزیز ما، زرتشتی‌های عزیز ما، بهائی‌های عزیز ما، نمیدونم یهودی‌های عزیز ما توی ایران خودشونو احساس بکنن، تو خونه خودشونن. این خونه اونهاست، نه خونه شیعه، خونه همه مردم ایرانه. خونه امام زمان هم نیست، خونه حضرت مسیح هم هست، خونه نمیدونم عمر هم هست، خونه همه هست. این مطلبه. برای من فرق نه، ما نباید بحث سمانتیک بکنیم تا هزار سال بشینیم حالا بگیم خلق یا قوم. حالا هر کی دوست داره ما همونو میگیم، به شرطی که عدالت جاری بشه، به شرطی که احترام به زبان‌های مختلف باشه، و به شرطی که عدالت باشه. اگه نگاه کنید وضعیت اقتصادی مردم بلوچ رو مقایسه بکنید با نقاط دیگه ایران، اصلا قابل مقایسه نیست این وضعیت با هم دیگه. و اینکه اینها بتونن اجازه داشته باشن خودشونو اداره بکنن، مثلا انتخابات بشه، حالا اگه مردم بلوچ شهردار بلوچ برای زاهدان انتخاب کنن چه اشکال داره؟ بزن بشه. حالا اگر هم ممکنه یه آدم عرب رو انتخاب بکنن از خرمشهر ایران، اونم اشکال نداره، ولی خودشون انتخاب بکنن، نه اینکه مثلا شما با فدرالیزه کردن ایران موافقید ولی ایرانی یک پارچه متحد و مستقل داشته باشه. فدرالیسم من نمیخوام، مختاری، اتونومی یا ایالت و ولایتی مثل دوران مشروطه. باید یه فکری کرد. من این اتیکت ها رو استفاده نمی کنم برای اینکه باید خود روش فکر بشه، همه با هم باید صحبت کنیم. حالا فدرالیزه است، خودمختار است، اتونوم، باید فکر بکنیم. ولی نتیجه ای که باید بگیریم از سیستمی که میخوایم فکر کنیم خیلی ساده است، که همه احساس خوشبختی بکنن و کشور خودشون بدونن و از اون کشور هم بخوان دفاع بکنن و حق و حقوقشون هم رعایت بشه و احترام گذاشته بشه. و این هنگامیه که همه شهروندان درجه یک باشن بدون تبعیض. خودی و غیر خودی وجود نداشته باشه، درجه یک و درجه دو وجود نداره، سنی و شیعه هم وجود نداره، شهروند شهرونده. سپاسگزارم از فرمایشاتتون جناب دکتر. خواهش میکنم، تشکر به خاطر امکانی که دادید. مرسی. وقتی خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. شما سالیان زیادی برای رادیو آلمان کار کردید و در زمینه میدیایی فرد شناخته شده و فعالی بودین و هستین. دیدگاه شما در رابطه با تنوعات و مسائل و معضلات اساسی کشور چی هست؟ یعنی دموکراسی چجوری در کشور ما با این تنوعات ملی که وجود داره تأسیس میشه و ما میتونیم به یک حکومت دموکراتیک دست بیابیم؟ آقای رشیدی، خیلی سپاسگزارم به من این فرصت رو دادید. من به نکته خوب اشاره کردید. من یک سال و تقریبا 10 ماه تو مهابات خدمت کردم در تلویزیون ملی ایران. اون موقع کارمند تلویزیون بودم، بعد ماموریت پیدا کردم الان رادیو آلمان. اولین چیزی که تو مهابات توجه من جلب کرد این بچه‌هایی بودن که از خانواده با زبان مادریشون میومدن، بعد میومدن میرفتن تو مدارس شروع میکردن فارسی در درس خوندن. یعنی برای من حیرت آور، چون من یه رگ کردی هم خودم دارم، برای من حیرت آور بود که یه بچه کرد که تو خانواده تا سن 6 سالگی 7 سالگی کردی حرف زده، این ناگهان باید بیاد بره تو مدرسه و شروع کنه فارسی درس خوندن. یعنی این از همون اول یه تخم نفاق و تخم کینه رو، تخم نمیدونم بی‌توجهی به زبانی که زبان اول اون نیست به وجود میاد، زبان مادریش، یعنی زبان مادریش. این در آذربایجان هم دیدم، در جاهای دیگه هم دیدم. من اعتقادم اینه زبان مشترک همه ما باید زبان فارسی باشه تا بتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار. ولی در این حال این تنوع فرهنگ ها رو ما باید در ایران حفظ بکنیم، چون یکی اولا یک کهکشانی از زیباییه، فرهنگ کردی، فرهنگ آذری، فرهنگ نمیدونم عرب، اینا چیزایی نیست که ما ندیده بگیریم و بخوایم ازش همینطوری رد بشیم. شما در کشوری که به شکل فدرال به اصطلاح حکومت میشه درش، میبینید که این فرهنگا چه تنوعات زیبایی به وجود میاره.
برای اینکه تو ادبیات الان ببینید شما بعد از این همه کشتارایی که در ترکیه شد بالاخره اینا به این نتیجه رسیدن که هیچ چاره‌ای ندارن جز اینکه بپذیرن مردم کرد در ترکیه یه چیزی بوده 12 میلیون نفر هستن و اینا از خیلی جهات فرهنگشون بارورتر از فرهنگ ترکیه. کسانی که به خاطر نوروز میمدن به خاک و خون میکشیدنشون الان دولت ترکیه در اثر مبارزات مردم کرد مجبور شده بپذیره نمایندگان کرد، حالا من نمیدونم حالا چه دستهایی است، بپذیره برن اونجا و این اتحاد و همبستگی که من در مردم کرد مقیم ترکیه میبینم که وادار کرد اینا در اساسی که کردها در رابطه با اتحاد ملی و سیستم دموکراتیک در عراق بازی میکنن 100% بغل گوش خودمون 100% با این حرف تو موافقم. گوش میکنید این تنها از شما نیا کنید در عراق با اون همه کشتارا این حکومت کردستان آزاد که در شمال عراق تشکیل شده به عقیده من یکی از زیباترین نشونه های اینه که شما بایستی به فرهنگ ها و زبان های مختلف جامعه احترام بذارید چون نظر الان ببینید اونجا از همه پیشرفته تره، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر زبانی، هم از نظر پیشرفتایی که در منطقه کردستان شده در هیچ جای دیگه عراق سابقه نداره. آقای فرجی وقتی که بحث بر سر حقوق پیش میاد هم میگن بابا ایرانی هستیم و تمام دیگر، یعنی نمیخوان این تفاوت‌ها رو در نظر بگیرن. تا بحث تقسیم قدرت و تقسیم عادلانه ثروت به پیش میاد همه میگن یارو تجزیه طلبه. دیدگاه شما در این رابطه چیه؟ در حالی که ما سالیان متمادی در کشورهای دموکراتیک و در کشورهای غربی که مهد تمدن و دموکراسی هستش زندگی کردیم، خود این آمریکا که به طور و به شیوه فدرالی اداره میشه بدون اینکه کسی از آمریکایی بودن خودش پشیمان باشه احساس حقارت بکنه، دیدگاه شما در رابطه با این طرز تفکر چی هستش؟ دقیقا مثل خود شما فکر میکنم. من اعتقاد دارم زمانی که در خوزستان شما میلیاردها ثروت مردم اون مردم متعلق به همه ایرانه ولی اون منطقه از اون دل زمین میکشید بیرون، فقیرترین قشری که دارن تو ایران زندگی میکنن مردم عرب خوزستانه و این حیرت آوره برای من. نه تنها در اونجا، در خیلی جاهای دیگه هم اینطوریه. ثروت ها رو میان از این مناطق میگیرن میبرن، به خصوص در جمهوری اسلامی که به طرز وحشتناک این موضوع شما یک استاندار کرد الان، یک فرماندار کرد، یک استاندار خوزستانی، یک فرماندار خوزستانی در این مناطق نمیبینی، همه رو از جاهای دیگه هم دارن میارن اونجا. فقط کسانی رو در اونجا بهشون تایید میکنن که به قول شما جاش میگین دیگه، خائنی رو چی میگین؟ شما خائنا رو چی میگین؟ جاش. آره فقط اون بله. فقط این آدمای خبرچین، فقط اون آدمای شکنجهگر که در خود اینا هستن، در هر ایل و تبار و هر ملت و هر قومی هم پیدا میشه اینا رو هم در سطح پایین. بله در سطح پایین مسلما درست. یه تروریستای مثل خود اینایی که فقط و فقط من خودم چون در مورد مثلا داشتم الان برای دوستان تعریف می‌کردم در مورد دکتر شرفکندی اینا تو جریان آلمان بودم دیگه، من خودم به عنوان خبرنگار رادیو آلمان تمام این مسائل رو می‌رفتم تعقیب می‌کردم. این جنایتی که اینا در با شرفکندی اینا کردن با رهبران حزب دموکرات توی میکونوس و اون جنایتی که نمیدونم جاهای دیگه با مردم کرد ما کردن، اصلا این غیر قابل چشم پوشیه. برای اینکه بیشتر از همه من میتونم بگم در ایران بلوچا رو و کردها رو اینا کشتار کردن، نه که در خوزستان نکردن ولی بیشترین مبارزه چون به عهده به اصطلاح کردای مملکت ما بود، میهن ما بود، این کشتار کردها و این ظلم و بی‌عدالتی در مورد هموطنان کرد ما بیشتر از همه بوده و اینا مقاومتشون حیرت انگیز بوده. از توجه شما سپاسگزارم و امیدوارم در برنامه‌های آتی تیش تیوی هم بتونید شرکت بکنید و بسیار سپاسگزار از اظهارات بسیار دموکراتیک و انسانیتون. من همیشه در خدمتتون هستم، برنامه‌هایی که دارم، برنامه‌های تلویزیون و رادیو هر زمان احتیاج باشه روی همکاری‌های صنفی، روی همکاری‌های میهنی در خدمتتون. سپاسگزار. گزار به دموکراسی در ایران چی هستش؟ به ویژه که شما در زمینه میدیایی هم فعالیت دارین، بحث های کنفرانس رو چجوری ارزیابی میکنید و چجوری تشریح میکنید در واقع؟ آقای رشیدی من اولا خدمت تماشاگران تیش تیوی سلام عرض میکنم، دو این که خواستم خدمت هست که من به عنوان یه خبرنگار اینجا هستم نه به عنوان به اصطلاح عضوی از این پنل ها. حضور سرکار شاید که من فکر میکنم وقتی که ما صحبت از
گذر به حکومت دموکراتیک در ایران میکنیم، یکی از نواقصی که من تو اینجا دیدم با وجود شما بیشتر یادآور شد به من که باید اینا یه مقدار مسائل رو طبقه بندی بیشتری میکردن، مثلا گذر از حکومت یا گذر به حکومت دموکراتیک در ایران شاید احتیاج بود که به اصطلاح کاتگوری قوم ها و ملیت های مختلف رو در اینجا بررسی میکردن، مشکلاتی که وجود داره برای به اصطلاح حکومت فدرال در ایران اینا رو بررسی کنن، چون به نظر من یه آینده دموکراتیک در ایران جدا از یک حکومت فدرال نمیتونه باشه. یعنی حکومت فدرال میتونه دموکراسی رو به ایران یعنی دموکراسی واقعی در ایران به اصطلاح جاسازی کنه، و اونم بدون بررسی شرایط قوم ها و ملیت های مختلف که در ایران وجود دارن این غیر ممکنه. و در این کنفرانس اون چیزی که من کم بود دیدم پرداختن به این مسئله بودش، یعنی تقسیم عادلانه قدرت و ثروت باعث استحکام روابط میان ملیت‌های ایرانی میشه. دموکراسی در ایران باشه با تنوع قوم‌ها و به اصطلاح اقوامی که در ایران هست، این مسئله با 100% در هر کنفرانسی که برگزار میشه اول بررسی قوم‌ها درش مد نظر واقع بشه، که متأسفانه من اینجا دیدم نیست. صحبتایی که دارن میکنن در این کنفرانس بیشتر رو کلیاته، نه روی در واقع چیزهای شناخته شده دموکراسی است. شرایط اقلیمی و اجتماعی ایران رو من اینجا نمیبینم که به اصطلاح فوکس کرده باشن روی چه زیر ذره بین گذاشته باشن، مسئله کلی رو دارن اینجا بررسی میکنن. حکومت سابق ادعا میکرد که همه ایرانی و آریایی هستیم، جمهوری اسلامی در طول حیات سیاسی خودش ادعا میکنه که همه مسلمانیم و امت اسلامی هستیم، و شهروندان کنونی یه بخششون البته این تنوعات رو در نظر نمیگیرن که شما به درستی اشاره فرمودی، و میگه همه شهروندیم و ایرانی. پس نتیجه چی میشه؟ ما نمیتونیم با حفظ تفاوت ها در کنار هم در امنیت و آسایش زندگی بکنیم؟ چرا 100%. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما تو هم حکومت گذشته داشتیم هم تو حکومت اینجا داریم، و روی تجربیاتی که ما در خارج به دست آوردیم، باید فرهنگ هر قوم و هر به اصطلاح قشری از مملکتمون رو ما نه تنها به اصطلاح نگهداری کنیم، بلکه سعی کنیم بهش قوت بدیم، بهش تنوع بیشتری بدیم. چیزی که در مملکت ما هم در رژیم کم و بیش در رژیم گذشته و بیشتر در این رژیم به این فرهنگ متفاوت قوم ها توجه نشده و نمیشه، هم هنوز هم نمیشه، الان بدتر شده. بنابراین من معتقدم که به هر حال در یه سیستم دموکراتیک برای یک قدرت مرکزی میخواد، ولی که فدرالیسم تنها راه نجات برای رسیدن به یک حکومت دموکراتیک تو مملکت ما. مثل خود آمریکا، چه قدرتمندترین کشور دنیاست ولی به طور فدرالی داره میشه. بله بله بله. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. خیلی ممنون. آقای عباس فخرآور، بسیار سپاسگزارم که وقت خودتون رو در حاشیه کنفرانس در اختیار ما گذاشتین. می‌خواستم ازتون سوال بکنم، هدف از برگزاری کنفرانس گذار به دموکراسی در ایران که به مدت 3 روزه در جورج واشنگتن، در دانشگاه جورج واشنگتن در جریان هستش، هدف از برگزاری این کنفرانس چه بود و فکر میکنم فردام دوشنبه در کنگرسه؟ قبل از هر چیز سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون تیش که ما همیشه ازش شنیدیم، و راستش بعد از همه اتفاقاتی که توی سالهای گذشته افتاده، همه ما توی این مسیر مبارزه خیلی چیزها رو دیدیم، کنفرانس های مختلفی گذاشته شده، برنامه های مختلفی گذاشته شده، ولی چون اهداف دقیقا تعریف نشده، پلن ها و اون روش هایی که باید بریم از نقطه A به B، B به C، چجوری باید پله به پله اینها رو طی بکنیم تعریف نشده بوده، بعد از مدت ها با دوستانمون و مخصوصا در دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشنگتن که خود من اونجا الان یک سال دارم تدریس میکنم همین بحث دموکراتیک ترانزیشن رو، به این نتیجه رسیدیم که ما باید یک دیالوگ جدیدی، یک گفتگوی جدیدی رو باز بکنیم با عنوان دموکراتیک ترانزیشن، و این رو بخوایم با کالچر ایران هماهنگش بکنیم، چون هر کشورهای زیادی ترانزیشن به دموکراسی رو طی کردن و ما نمیتونیم یک الگوی از یک جای دیگه برداریم بیاریم بچسبونیم روی مسئله ایران و بتونیم حلش بکنیم. این رو باید با کالچر ایران نقاط ضعف و قوتش رو ببینیم به چه صورته و بیایم اون رو بررسی بکنیم. و بعد از اون از حدود 6 ماه پیش برنامه ها شروع شد، برنامه ریزی ها با دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی مستقیما قبول کرد که اسپانسر برنامه باشه، و هم صحبت های کردیم با دانشگاه جورج واشنگتن که برنامه اینجا برگزار بشه و در کنگره آمریکا که عملا به مدت 4 روز برنامه است، خب ما میگیم کنفرانس 3 روزه چون از شنبه رسما افتتاح شد اما از روز جمعه شروع شده بود در واقع، و
هدف برنامه اینه که غیر از پنل‌های بحث و گفتگویی که از طیف‌های مختلف سیاسی دعوت کردیم بیان بشینن نظرات خودشون اعلام بکنن، غیر از اینها ما یک ارتباطی هم برقرار بکنیم بین جامعه اپوزیشن ایرانی و سیاستمداران آمریکایی، سیاستمدارانی که الان در قدرت هستن، تصمیم گیرندگان، نمایندگان مجلس، سناتورها، و اینها رو با هم دیگه در ارتباط بذاریم، بتونن حرفای همدیگر از دو طرف بشنون. و خب مناسبت تولد ندا هم پیش اومد که امشب و در واقع فردا 24 ژانویه تولد نداست و فردا قراره توی کنگره امریکا به همین مناسبت سناتور جان کورنن از ایالت تگزاس و سناتور جف سشن از آلاباما بیان صحبت بکنن و یک طرح جدیدی رو که در سنای آمریکا داره مطرح میشه و اون هم کمک‌های بچه‌های خود کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در نوشته شدن اون طرح بی اثر نبود، اون طرح رو میخواد سناتور کورنن مطرح بکنه با عنوان ایران دموکراتیک ترانزیشن اکت، که دقیقاً اسم همین کنفرانس هم روش هست، و اعلام بکنه که 32 سال عملاً دولت آمریکا هیچ سیاستی رو دنبال نمی‌کرد در قبال جمهوری اسلامی، فقط حالا امروز بریم تا فردا ببینیم، فقط به رسمیت نشناسیمشون تا ببینیم چی میشه. اما الان توی این طرح داره میگه نه، ما برای حمایت از 74 میلیون ایرانی درون ایران و 8 میلیون ایرانی بیرون ایران ما باید حرکت رو به جلو داشته باشیم، دولت آمریکا باید بیاد بره یک سیاست مشخص رو دنبال بکنه و به هیچ عنوان دیگه حرف از مذاکره با حکومت جمهوری اسلامی که نشون داده نه مذاکره پذیر نه اصلاح پذیر نباید داشته باشه. و یک طرح بسیار جامعی که داره به سنای آمریکا میره و پشت سرش هم بعد از تلاش 2 ساله بچهای کنفدراسیون دانشجویان ما تلسم 32 ساله رو شکستیم و یک کاکسی به اسم Congressional Free Iran Caucus، گروه کار برای آزادی ایران در کنگره آمریکا برای اولین بار فردا قرار شکل بگیره و کنگرسمن ترنت فرانکس از آریزونا و کنگرسمن تد دویچ از فلوریدا این رو رسما اعلام میکنن و فکر میکنم از نقاط پایانی خیلی خوبی برای کنفرانس سه روزمون باشه. نتیجه میگیرم که پروسه 30 ساله روابط آمریکا یا بیشتر با ایران که نه جنگ نه صلح داره پایان میپذیره، این به کجا ختم میشه؟ این بستگی داره اپوزیشن چقدر تلاش بکنه و چجوری بتونه خودشو هماهنگ کنه، چون خود اینها هم دارن نگاه میکنن. همیشه یک سوال بزرگی که وقتی با سیاستمدارای آمریکایی حرف میزنیم مطرح میشه اینه، میگن خب توی اون خلأ قدرت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چون حرف از این میزنن میگن آقا اصلا ما رفتیم عراق رو هم با جنگ گرفتیم، ولی یک خلأ قدرتی به وجود اومد، توی اون خلأ قدرت خیلی از آدمها کشته شدن، نباید یک همچین خلأ قدرتی وجود داشته باشه. و حتی در مورد ایران با مسئله جنگ مخالفن اکثریت سیاستمدارای آمریکایی و تمام دنیا و حتی اپوزیشن هم، همه با جنگ مخالف هستند و هستیم. اما جمهوری اسلامی داره پایین میفته با رفتارهای خودش، با برخوردهای خودش و حتی همین تحریم‌های بین المللی که ما خودمون از طرفداران پروپاگورس تحریم نفت هستیم. ما به تحریم‌های دیگه نگاه نمی‌کنیم، میگیم رگ حیات جمهوری اسلامی رو باید قطع کرد و تحریم نفت رو پیاده کرد. با تحریم نفت هیچ تردیدی وجود نداره که جمهوری اسلامی میفته، اما تردیدهای زیادی وجود داره که خب چه چیزی قراره بره اونجا بشینه. و این فهم کنم موردیه که میشه کمک کرد حتی به سیاستمدارای آمریکایی در تصمیم گیری های خودشون، چون مطمئن باشیم اگر اپوزیشن کمکاری بکنه در نهایت هیچ گزینه ای اون وقت برای بیرون کشوری ها جز جنگ نخواهد موند و از ما هیچ وقت نخواهند پرسید در این مورد. در این روند شما مطلع هستید که هم جمهوری اسلامی ایران و لابیهاش در خارج از کشور تبلیغات میکنن که با فروپاشی جمهوری اسلامی ایران شیرازه کشور از هم میپاشه، این تبلیغات تا چه حد تونسته به موندن جمهوری اسلامی ایران و به استقرار این رژیم کمک بکنه؟ خیلی کمک کرده و این حرفی که ما از سیاستمداران آمریکایی دائم شنیدیم. اما در برابر این تبلیغات کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که عکس این رو نشون بدیم. ما بیایم بریم نشون بدیم که با خود سیاستمدارای آمریکایی صحبت بکنیم و بگیم نه، این امکان وجود داره که یک آلترناتیو شکل بگیره، قدرت بسیار زیادی در درون ایران توی جوانهای ایران وجود داره و اگر ما یک آلترناتیو رو به خود آمریکایی‌ها توی گزینه‌هایی که دارن بهش نگاه میکنن بدیم، اون وقت این مسئله هم حل میشه. کما اینکه بچهای کنفدراسیون توی 2 سال گذشته تونستن عملاً دست لابیست‌های جمهوری اسلامی رو توی کنگره آمریکا قطع بکنن و الان گروه‌هایی که ظرف چند سال گذشته قدرت خیلی زیادی رو توی کنگره آمریکا داشتن، مثل حالا نایک و این جور تیم‌ها، عملاً دیگه هیچ اعتباری در کنگره ندارن و اینکه کنگرسمن‌ها دوست دارن با جوان‌های واقعی ایرانی صحبت بکنن و پیام‌ها رو مستقیماً بتونن از درون ایران بگیرن به جای اینکه بیان از این لابیست‌ها بگیرن. آخرین سوالمو مطرح می‌کنم آقای فخرآور، ببخشید که طولانی شد ولی مسائل جدی هستش. دو تفکر وجود داره، یکی تمرکز زدایی و تقسیم عادلانه ثروت و قدرت میان تمام ایرانیان و ملیت‌های ایرانی، و
نقطه مقابل این، طیف مقابل این تفکر میگه این یعنی پیش به سوی جدایی و تجزیه ایران. کدام اندیشه در واقع یک پارچگی ایران را در معرض خطر فروپاشی قرار میده؟ تبعیض قانونی و حقوقی که اعمال میشه یا رفع و زدودن این تبعیض؟ هر نظامی در ایران روی کار بیاد، اولین چیزی که باید در نظر بگیره از بین بردن تبعیض است. همه شهروندا باید بتونن از یک حقوق کاملا برابری برخوردار بشن. اما اینکه واقعا شکل نظام به چه فرمتی باشه، حالا بخواد به سمت فدرالیسم بره یا به تمرکزگرایی، هر شکلی بخواد بره، این من فکر می‌کنم چیزی که مردم باید دربارش تصمیم بگیرن، نه ما نه هیچ جریان سیاسی دیگه، هیچ کس نمیتونه تصمیم بگیره مگر اینکه در نهایت در قانون اساسی، در رفراندومی که برای نوع نظام گذاشته میشه، درباره سیستم حکومت گذاشته میشه، در آینده کشور، در یک فضای آزاد، اون وقت همه مردم میتونن تصمیم بگیرن و همه ما باید تمکین بکنیم به نظر مردم. یعنی ما عملا تصمیم گیرندگان الان این داستان نیستیم، ما الان میتونیم همه گروه‌ها و جریانات، همه ملیت‌ها و اقوام توی ایران که هممون ایرانی هستیم در درجه اول، دست به دست هم دیگه بدیم، این سیستم رو پایین بکشیم و کنار یک قانون اساسی که تا حد امکان دولت کوچک اما قدرتمند رو بهش پایبند باشه، کنار اون قانون اساسی بیستیم و بعد بتونیم آروم آروم با مردم صحبت بکنیم و مردم تصمیم بگیرن. یعنی این هم یک پروسه است، این یک چیزی نیست که یک شبه مثلا تصمیم بگیریم که حالا اینجوری باشد، یعنی بعد همینجوری مرحله ولی ما با حفظ تفاوت هم میتونیم در کنار هم در آرامش و آسایش زندگی بکنیم. همینطور که قرن‌ها ایرانی‌ها در کنار هم دیگه، کرد و لور و ترک و بلوچ و علب و عرب و فارس، همه با هم در کنار هم دیگه توی این گربه زندگی کردن، این همیشه در این گربه زندگی خواهند کرد. اما اینکه چطوری باشه روابطشون با هم دیگه، باز هم چیزیه که همون وی دی پیپل، ما مردم ایران هممون با هم دیگه از همه در روابط انسانی و دموکراتیک و برابر. دقیقاً، خیلی متشکرم، سپاسگزارم.